بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. بیش از 600 اتوبوس به جابجایی زائران اربعین ادامه می‌دهند. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی از تجارب پژوهشی ما در زمینه زیارت اربعین در برخی از کشورهای اروپایی استفاده می شود. آیت الله شیخ حسن رضا قدیری مفسر قرآن در لندن دار فانی را ودا گفت. واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهدی بهنام در روزهای منتهی به اربعین حسینی از جوار مرقد مطهر سرور و سالار شهیدان با بخش دیگری از اخبار شیعیان و مسلمانان نقاط مختلف دنیا در خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستم. شرکت عمومی حمل و نقل مسافران و کلیه زیرمجموعه های وابسته به وزارت حمل و نقل عراق از اول ماه سفر تا کنون به جابجایی و نقل و انتقال زائرین ادامه می‌دهند و بدین منظور بیش از 600 اتوبوس برای حمل و نقل زائران اربعین در حال فعالیت هستند. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمود. شرکت‌های حمل و نقل عمومی و مدیریت حمل و نقل خصوصی فعالیت خود را در زمینه نقل و انتقال زائران اربعین از ابتدای ماه سفر آغاز کرده‌اند. این نقل و انتقال از گذرگاه‌های مرزی شلمچه، جذابه، خسروی و مهران تحت نظارت اتاق عملیات وزارت حمل و نقل و ادارات استانی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، کریم کاظم حسین، مدیر عامل شرکت حمل و نقل عمومی در این رابطه گفت بیش از 350 اتوبوس برای انتقال زائرین ورودی از گذرگاه‌ها به سمت اتمات عالیات و 300 دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال زائران از استان کربلا به سوی گذرگاه‌های مرزی در حال فعالیت هستند. وی در ادامه افزود با نزدیک شدن به روزهای منتهی به اربعین حسینی با توجه به افزایش تعداد زائران در داخل شهر مقدس کربلا و با آغاز بازگشت زائران از کربلا به سمت گذرگاه‌های مرزی احتمال افزایش این تعداد در روزهای آینده وجود دارد. وزارت حمل و نقل تأکید نموده که کمیته های ویژه‌ای برای نظارت و کنترل نرخ کرایه وسایل نقلیه برای جابجایی زائران را راه اندازی نموده که این موضوع را پیگیری می کنند. احمد کریم الموسوی مدیر عامل شرکت حمل و نقل خصوصی نیز با اشاره به اینکه طرح انتقال زائران توسط این شرکت از اول ماه سفر آغاز شده در ادامه گفت این طرح شامل انتقال هزاران زائر از تمامی گذرگاه‌های مرزی به سمت عتبات عالیات می باشد و این فرایند با فعالیت وسایل نقلیه در اندازه‌های مختلف به صورت نسبتاً مطلوبی انجام گرفت. وی با بیان اینکه این شرکت کمیته های تخصصی برای پیگیری قیمت های نظارت و کنترل قیمت ها تشکیل داده خاطر نشان کرد وسایل نقلیه مختلفی در حال حاضر در شهر مقدس کربلا در حال خدمت رسانی هستند و برخی از وسایل نقلیه هم در دیگر استان ها و همه محورهایی که زائران در آنجا حضور دارند توزیع شده اند و انتظار می رود که بازگشت زائران در روزهای آینده آغاز شود. گفتنی است که شرکت راه آهن عراق نیز با آماده سازی 16 قطار مدرن در محورهای بغداد کربلا، بصره کربلا، سوق الشیوخ، ناصریه کربلا، دیوانیه کربلا و بالعکس در طرح نقل و انتقال زائران اربعین مشارکت دارد.
ناوگان هوایی عراق نیز در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده و فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف همراه با 26 هواپیما برای تمامی کشورهایی که از آنجا زائران حسینی عازم عراق خواهند شد، از جمله بحرین، کویت، بیروت، ایران، هند، پاکستان خدمت رسانی خود را آغاز کردند و علاوه بر آن اتوبوس هایی برای انتقال زائران از مبادی ورودی فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف به شهر مقدس کربلا در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که تاکنون 38972 نفر از گذرگاه مرزی صفوان، 385152 نفر از گذرگاه مرزی خسروی، 732905 نفر از گذرگاه مرزی شلمچه، 1,308,139 نفر از گذرگاه مرزی مهران، 35,263 نفر از گذرگاه مرزی تمرچین، 211,733 نفر از گذرگاه مرزی چزنابه، 25,685 نفر از گذرگاه مرزی باشماق و 3,955 نفر نیز از گذرگاه مرزی قائم واقع در استان انبار وارد عراق شدند. همچنین تاکنون 62,793 نفر از فرودگاه بغداد و 132,515 نفر از طریق فرودگاه نجف وارد عراق شدند. در مجموع تاکنون 2,912 نفر وارد عراق شده و 1,328,484 نفر نیز از عراق خارج شده اند. تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز پنجشنبه میزبان عبدالامیر قریشی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی بود. جزئیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم. عبدالامیر قریشی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی با حضور در برنامه سلام کربلا، برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت: حقیقتاً بر هیچ کس پوشیده نیست که زیارت اربعین امروز جزئی از هویت شیعیان شده است و یکی از بزرگترین تجمعات در جهان اسلام به شمار می آید و این پدیده نشان دهنده تمدن اسلامی است. عبدالامیر قریشی در ادامه افزود: امروز این فرهنگ بازسازی کننده و شکل دهنده تمدن اسلامی در برابر تمدن‌های دیگر می باشد، بلخص به این دلیل که تمدن اسلامی طی سالهای پیشین رو به زوال بود، ولی اربعین توانست هیبت و عزت و کرامت را به تمدن اسلامی بازگرداند، چرا که هر آنچه به امام حسین علیه السلام مربوط می شود کرامت است. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی تاکید کرد: از این رو ما بر خود واجب دانستیم تا این زیارت را به جهان نشان بدهیم و تلاش کنیم آن را به همه جای جهان منتقل کنیم، چرا که این زیارت از لحاظ تبلیغاتی در سایر رسانه‌های خارجی در بایکوت و سانسور خبری بود. وی در ادامه افزود: غرب همیشه تلاش می‌کند تا از لحاظ رسانه‌ای این زیارت و این رویداد بزرگ و بی‌نظیر در جهان را نادیده بگیرد. بنابراین ما از همین نقطه شروع کردیم و شروع به انتشار گزارش آماری سالانه در مورد زیارت کردیم. عبدالامیر قریشی در رابطه با محتوای این گزارش آماری گفت: این گزارش شامل تعداد زائران، تعداد وسایل نقلیه و تمامی آنچه که در زیارت اربعین یافت می شود، مانند تعداد موکب‌های خدماتی، تعداد موکب‌های عزاداری، تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای که این زیارت را پوشش می‌دهند، میزان فعالیت‌های امنیتی و خدماتی، میزان سوخت و سایر امور اقتصادی در گزارش‌های آماری مد نظر قرار می‌گیرد. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی در ادامه گفت: ما به طور مستند و نه تخمینی این کار را انجام می‌دهیم. مثلا برای تعداد زائران به دوربین‌های حرارتی متعلق به عتبه عباسی متکی هستیم که هر ساله
بیانیه‌ای راجع به تعداد زائران صادر می‌کند، ولی این تعداد کل زائران نیست. اما ما با همکاری دستگاه‌های دولتی این اعداد را تفکیک می‌کنیم و آمارهای وزارت خارجه، دستگاه اطلاعاتی، وزارت کشور و اداره گذرنامه‌های مرزی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. وی با تأکید بر اینکه ما فقط به دوربین‌ها اعتماد نمی‌کنیم افزود، در این زمینه از اداره‌های خاص در زمینه ورود زائرین هم کمک می‌گیریم و علاوه بر آن از هوش مصنوعی نیز استفاده می‌کنیم که یک گروه متخصصی در این زمینه با ما همکاری دارند. عبدالامیر قریشی با اشاره به تشکیل کارگروه‌ها و همایش‌های علمی در رابطه با اربعین گفت 24 دانشگاه عراقی و برخی از دانشگاه‌های ایرانی و سایر کشورها و بیش از 100 محقق از بیش از 30 کشور در این کارگروه‌ها و همایش‌ها حضور داشتند که همگی از نیروهای دانشگاهی و نخبه کشورهای مختلف بودند و در این کارگروه‌ها موضوعاتی همچون حمل و نقل، اجتماعات بشری، ایمنی اجتماعات بشری، مدیریت اجتماعات بشری، محیط زیست در اربعین، یعنی اینکه چگونه در حفظ محیط زیست بکوشیم و مانع از آلودگی محیط زیست و مدیریت پسماندها از جمله مباحث مطرح شده بود. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی با اشاره به چالش برانگیز بودن خدماتی همچون برق و آب که البته با توجه به زیاد شدن تعداد زائرین مسئله طبیعی نه فقط در عراق بلکه در هر کشور دیگری است افزود. طی سفرهایی که به برخی از کشورهای اروپایی داشتیم از مطالعات ما راجع به نحوه مدیریت جمعیت در زیارت اربعین استفاده و در زمینه بازی‌های فوتبال بهره برداری نمودند. لذا تحقیقات خود را بر اساس نمونه عراقی بازبینی کردند و البته ما هم از تجربه آنها استفاده کردیم و الحمدلله در حال حاضر چالش‌ها رو به کاهش هستند. مفسر مشهور و سرشناس قرآن، فقیه و ذاکر اهل بیت علیهم السلام، آیت الله شیخ حسن رضا قدیری پس از مدت‌ها بیماری در لندن دار فانی را ودا گفت. از جمله خدمات و فعالیت‌های آیت الله حسن رضا قدیری، سخنرانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی در بسیاری از مراکز اسلامی و مراکز مربوط به شیعیان در سراسر جهان، انتشار معارف علوم آل محمد صلی الله علیه و آله از طریق کانال‌های مختلف و سلسله سخنرانی‌ها و خطبه‌ها برای مردم اردو زبان ساکن لندن بوده است. آیت الله حسن رضا قدیری کتاب‌های زیادی از جمله در زمینه تفسیر قرآن گردآوری کرده است. ایشان که از علمای برجسته پاکستانی بودند، برای احیای بقیه فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله حضور در برنامه‌های عربی، فارسی و اردو در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام داشتند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام طی پیامی در گذشته این عالم جلیل القدر را تسلیت گفت. بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 683 هزار مهاجر بین تاریخ‌های 15 شهریور سال 1402 تا 10 مرداد سال جاری خورشیدی از پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش این نهاد ملل متحد، میزان بازگشت کنندگان از ماه مارس سال جاری افزایش یافته و به طور میانگین در هر ماه 38 هزار نفر به این کشور بازگشتند. این در حالی است که علی‌رغم تعهد مقامات پاکستان، این کشور همچنان به اخراج و اذیت مهاجران افغانستانی ادامه داده است. دیدبان حقوق بشر از تونس می‌خواهد که دخالت سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند. این سازمان روز گذشته از دولت تونس خواست تا از آنچه مداخله سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 6 اکتبر تلقی می شود پایان دهد. قیس سعید رئیس جمهوری تونس بارها گفته است که سیستم قضایی کشورش مستقل است و او در امور آن دخالت نمی کند. اما مخالفان او
اما مخالفان او را متهم می‌کنند که از قوه قضاییه برای محاکمه مخالفان و رقبای سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری استفاده می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واکنش به ممنوعیت سفرش به افغانستان از سوی طالبان گفته این اقدام گامی به عقب و نشانه نگران کننده ای درباره تعامل طالبان با سازمان ملل و جامعه بین المللی در زمینه حقوق بشر است. وی در این حال افزوده است که همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت تاکنون 3 گزارش تفصیلی در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت تسلط طالبان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. او بارها حکومت طالبان را نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران و گروه‌های مذهبی و قومی از جمله شیعیان هزاره در افغانستان خوانده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده کنند. در همین حال معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام طالبان گفته که آنان با ممنوعیت سفر ریچارد بنت از تظاهر برای احترام به حقوق بشر دست کشیدند. او در این حال گفته تردید جامعه جهانی در برابر سوء استفاده های طالبان شرم‌آور است. از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین، از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی، سلام و عرض ادب. آقای دکتر، تحلیل شما از ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان از سوی طالبان و تبعات آن چیه؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنوعیت سفر گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان این احتمال می رفت به دلیل گزارش های جدی که ایشون از نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کردن، این احتمال می رفت که این گروه تندرو مانع سفر آقای دکتر افضلی، صدای بنده رو داریم؟ بله، صدای من هست. بله، ادامه بفرم. بنابراین این گروه تندرو چون منفعت و منافعش در این نیست که چنین گزارشی ارائه بشه، از این جهت ممنوع کردن. حالا این نه فقط برای اون، هر کسی که در زمینه مسائل حقوق بشر فعالیت میکنه، اگر در افغانستان باشه زندانی میشه، شکنجه میشه و به قتل میرسه، و اگر خارج از کشور باشه و اتباعی خارجی باشه یا فعالیت رسمی در سازمان ملل داشته باشه، خب مثل ریچارد بنت اجازه ورود براش نمیدن و انتظارم میره که با هر نهاد و هر سازمانی که از طالبان تمجید نکنه و در راستای اهداف طالبان همکاری نکنه، اونها باش مخالفت بکنن یا ارتباطاتشون رو قطع بکنن. که متاسفانه اینم برمیگرده به خود سازمان ملل متحد که همیشه در راستای تعامل با این گروه هست، در حالی که این گروه به عنوان ناقض حقوق بشر و هنوز در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست، باید تحت فشار قرار بگیره، تحت تحریم‌های جدی‌تر قرار بگیره تا این گروه از قدرت بره کنار. اما سازمان ملل و دیگر نهادها تلاش دارن که این گروه را در قدرت حفظ بکنن و این تبعاتی است که حالا ما می‌بینیم. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 16 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله عظما شیرازی در رابطه خواندن قرآن با صدای زیبا فرمودند: صدای زیبا در خواندن قرآن و مرثیه ها ممدوح است و آنچه که در سوره مؤمنین آمده است که به راستی که مؤمنان رستگار شدند، همانا که در نمازشان فروتنند و آنان که از کار بیهوده روی گردانند، شامل هر صدای زیبایی نمی شوند.
معظم الله در ادامه تاکید فرمودند لغو به چیزی گفته می شود که موجب طرب شود و این گونه تفسیر شده که موجب له و لعب گردد، وگرنه صدای زیبا مطلوب است و اشکالی ندارد و اتفاقا توصیه شده که انسان با صدای زیبا قرآن را بخواند. معظم الله در رابطه با حکم صدای زن فرمودند نه بر خود زن حرام است که صدای او را اجنبی بشنود و نه بر اجنبی حرام است که آن را بشنود. فقط در قرآن در آیه 32 سوره احزاب آمده است پس زنها نازک و نرم با مردان سخن مگویید. آیت الله العظمى شیرازی در ادامه فرمودند لذا اگر صدای زن عادی باشد و خضوع در کلام وجود نداشته باشد اشکالی ندارد و نه آنکه آن را نازک کند آنگونه که در قرآن آمده است و موجب برانگیخته شدن شهوت مردان شود. در این صورت این کار هم بر مرد و هم بر زن حرام است. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. سلام علیک. ببینید صدای زن عورت نی، یعنی حروم نی، اگر صدا عادی باشه. اگر نه زمان خود ائمه علیهم السلام زنها بودن نواد، روایت در حضرت صادق صلوات الله علیه، حضرت باقر صلوات الله علیه یه پولی گذاشتن وصیت کردن به حضرت صادق علیه السلام که در منا که مردم جمعن یه عده زنهای نوحه خان، نوادب جمع نادبه است، نادبه یعنی زن، اینها رو پول بده که برای حضرت باقر علیه السلام که در هفتم ذوالحجه شهید شدن توی دهم و یازدهم و دوازدهم ذوالحجه تو منا زنها ندبه کنن. ندبه معناش آهسته خوندن نیست، معناش داد زدنه، صدا زدنه. زن اگه صداش ناز و غمزه نکنه توش، نه بر خودش حرامه نه اون مردی که میشنوه حرام گوش بده. بله اگه یه مردی با این گوش دادن ریبه براش میشه، یعنی تداعی مسئله جنسی میشه، اون حرام گوش بده. اما اگر صدا عادیه عورت نیست، اشکال نداره. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیش از 600 اتوبوس به جابجایی زائران اربعین ادامه می‌دهند. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی از تجارب پژوهشی ما در زمینه زیارت اربعین در برخی از کشورهای اروپایی استفاده می شود. آیت الله شیخ حسن رضا قدیری مفسر قرآن در لندن دار فانی را ودا گفت. واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان و آیت الله العظمى شیرازی اگر صدای زن عادی باشد و خضوع در کلام وجود نداشته باشد نه بر خود زن حرام است که صدای او را اجنبی بشنود و نه بر اجنبی حرام است که آن را بشنود. بینندگان عزیز به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار.